there will be a smooth transition to a second Trump administration. یک انتقال قدرت بی درد سر رو خواهد داد به دولت دوم دونالد ترامپ. ما آماده ایم. جهان داره ما رو تماشا میکنه. اصرار ترامپ بر پیروزی و طرح شکایت انتخاباتی علیه رقیب. آیا مسیر فتح کاخ سفید از دادگاه خواهد گذشت؟ با یک پژوهشگر نزدیک به جمهوری خواهان صحبت خواهیم کرد. او به ما از دلایل دونالد ترامپ برای واگذار نکردن قدرت خواهد گفت. در ادامه هم با حقوقدانی حرف میزنیم که رأی دادن و قانون اساسی آمریکا موضوع کتاب‌های اوست. همچنین در برنامه امشب ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است از این فرصت استفاده خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهوری ایران بر خودداری از سوزاندن فرصت لغو تحریم‌های آمریکا روی حرف روحانی با کیست؟ درآمد دولت ایران از فروش نفت و گاز 1/5 رقم پیش بینی شده. به گفته سازمان برنامه بودجه در نیمه اول امسال فقط 5000 میلیارد تومان حاصل شده. و جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا برای کاوه مدنی به پاس پیشبرد علوم زمین. با او در 60 دقیقه امشب صحبت می‌کنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ هنوز نتیجه انتخابات رو نپذیرفته و در توییتر ادعای تقلب رو مطرح میکنه. ادعایی که برای اثبات اون هنوز شواهد محکمی ارائه نکرده. همه چیز نشان از آغاز یک روند قضایی داره. در مقابل جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این مسئله رو شرم‌آور خونده، اما گفته فکر نمیکنه نیازی به اقدام قضایی باشه. همزمان با درخواست تیم آقای ترامپ، تمامی آرای به صندوق ریخته شده و پستی در ایالت جورجیا بازشماری میشن. همه اونها به صورت دستی. بازشماری آرا در گذشته تغییری در نتیجه انتخابات ایجاد نکرده. اما آیا این بار با دفعه‌های قبل فرق خواهد کرد؟ چه راه‌های دیگه‌ای برای رئیس جمهوری فعلی آمریکا برای ماندن در قدرت هست؟ و اگر او تصمیم بگیره از راه‌های غیر متعارف استفاده کنه، طرف مقابل دستش به کجا بنده؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از کیوان عباسی. کیوان عباسی. تنش در خیابانهای شهر لنسینگ، مرکز ایالت میشیگان. بازتابی از تنش عمیقی که نظام سیاسی ایالات متحده این روزها با آن روبروست. هواداران دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، در برابر پارلمان محلی ایالتشان جمع شدند. سرود ملی میخوانند و بندهای قانون اساسی کشورشان را بازخوانی می کنند. وکلای آقای ترامپ اعلام کردند که در تلاشند تا جلوی تایید رسمی شمارش آرا در این ایالت را بگیرند. آخرین نمونه از اقدامات حقوقی که تاکنون در ایالت‌های پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا هم صورت گرفته، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. خود آقای ترامپ هم در توییتر بر آتش این اختلاف می دمد. او با این ادعا که ما برنده خواهیم شد مصر است که انتخابات را نباخته و همزمان بیوقفه در حال نوشتن توییت های جدید و ری توییت کردن کسانی است که او را تایید می کنند. آنچه اینجا به سرعت می بینید فعالیت توییتری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها در 24 ساعت گذشته است. برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و معاونش کامالا هریس، اما نگرانی‌های اصلی موضوعاتی دیگرند. او تاکنون کنفرانس‌های خبری درباره ابتکاراتش برای مقابله با شیوع کرونا و همچنین لزوم تقویت بیمه تأمین اجتماعی برگزار کرده و به وضوح تلاش می‌کند که از پرداختن به اظهار نظرهای دونالد ترامپ بپرهیزد. در نهایت در پی اصرار خبرنگاران هم آقای بایدن همچنان لحن مسالمت جوی خود را حفظ کرده. من صادقانه بگم فکر میکنم خجالت آوره. این تنها چیزیه که چطور بگم مدبرانه باشه. من فکر میکنم این کارها به میراثی که رئیس جمهور میخواد از خودش به جا بذاره کمک نمیکنه.
همزمان موضع‌گیری سیاستمداران استخوان خرد کرده آمریکایی در کنگره این کشور یکی دیگر از نقاط تمرکز رسانه هاست، جایی که در ابتدا دموکرات ها امیدوار بودند با رفتاری چه بسا متفاوت از سوی نمایندگان جمهوری خواه روبرو شوند، اما حمایت چهره‌های سرشناس این حزب از ادعاهای دونالد ترامپ آنها را ناامید کرد. اینقدر که حزب جمهوری خواه به حمله رئیس جمهور به دموکراسی ما مشروعیت می‌دهد، واقعا عصبانی کننده و عمیقا اشتباه است. رئیس جمهور در حال ارائه چالش‌های حقوقی مستند نیست. او به استفاده از حقش برای بازشماری آرا قانع نیست، بلکه خودش را برنده انتخاباتی معرفی کرده که در آن شکست خورده. مسئله ای که از نگاه خبرنگاران در کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دور نماند. آقای پومپئو خود از جمله کسانی است که از پشت همین تریبون از سیاستمداران نقاط مختلف جهان درخواست کرده که به رأی مردم احترام بگذارند. با این حال در پاسخ به سوالات درباره انتقال قدرت از دونالد ترامپ به جو بایدن، این اظهار نظر دور از انتظار را به زبان آورد. یک انتقال قدرت بی درد سر رو خواهد داد به دولت دوم دونالد ترامپ. ما آماده ایم. جهان داره ما رو تماشا میکنه. وقتی همه رأی ها شمرده بشن، انتخاب کنندگان برگزیده میشن. قانون اساسی به دقت تشریح کرده. آقای پومپئو در حالی با قطعیت از دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ سخن گفت که تاکنون 96% آرای انتخابات اخیر شمرده شده و بر اساس برآورد همه رسانه‌های مهم آمریکا دونالد ترامپ در این انتخابات بازنده است و هیچ بختی هم ندارد که با شمارش 4% رأی باقی مانده موفق شود رقیبش جو بایدن را شکست دهد. کیوان حسینی، بی بی سی. ماتیو برودسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گولد از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای برودسکی، آقای بایدن کار خودش رو آغاز کرده، تیمش رو منصوب کرده و اونها دارن کار خودشون رو میکنن. فکر نمی‌کنید وقت اون رسیده که آقای ترامپ بپذیره که شکست خورده؟ واقعیت اینه که انتخابات زمانی تموم میشه که تمام برگه های رأی شمرده بشه و گواهی بخوره و اون هم موقعی هستش که تمام الکترورال کالج ها با هم ملاقات بکنن. این سیستم انتخاباتی ما دقیقا بر همین پایه بنا شده و این اتفاق در 14 دسامبر میفته. بعد از این مدت طول میکشه تا همه چی ثبت بشه قبل از ژانویه 20 که مراسم تحلیف برگزار میشه یا اینکه مراسم تحلیف دوباره همون رئیس جمهور برقرار بشه. واقعیت اینه که این رسانه ها نیستن که میتونن بگن یک انتخاباتی کی تموم میشن. بنابراین پرزیدنت ترامپ تخلفات انتخاباتی زیادی رو دیده و متهم کرده که تخلفهای زیادی صورت گرفته. ما یک سیستم حقوقی اینجا داریم که یه عده میتونن شکایتهایی رو به جریان بندازن در مورد یک پرونده های خاص و بعد ببینیم که دادگاه ها چه تصمیمی میگیرن. از نظر دولت دونالد ترامپ این انتخابات تموم نشده. در مجموع شما بخواید به قضیه نگاه بکنید، این ایده که پرزیدنت ترامپ باید اعتراف به شکست بکنه نوع درستی نگاه کردن به قضیه نیست. این چون رسانه بگه که انتخابات تموم شده معنی نیستش که انتخابات تموم میشه. هیچ کی نمیخواد بگه که هیلاری کلینتون در سال 2016 با چالش های روبرو شد بعد از اینکه رسانه ها گفتن انتخابات تموم شده. بله، ولی در انتخابات های قبلی هم به همین شکل برنده اعلام شده و معمولا اون کسی که دیگه میبینن که نمیتونه برسه به شخصی که آراش جلو هست قبول میکنه. حرف شما رو در مورد آرای کالج الکترال قطعا قبول دارم و میدونیم که همه به این شکل هست، اما آقای ترامپ اگر بخواد این انتخابات رو ببره باید آرا رو در 3 تغییر بده. واقعا فکر میکنید این امکان وجود داره؟
ببینید، من نمیام دروغ به شما بگم، همونطور که واقعیت اینه من کار کردم با دولت ترامپ و ترجیح هم این هست که او ببره. البته اگه کسی قرار شرط بندی کنه طبیعیه که روی جو بایدن شرط بندی بکنه، چون احتمالش بیشتره. و همونطور که شما هم گفتین، بحث متهم کردن کسی به تقلب نیست، ولی هر دادگاه در هر ایالت یک سیستم خودشو داره برای شمارش آرا و برای برگزاری انتخابات و کلن سیستم و سلسله مراتب سیاسی هر ایالت فرق میکنه. بله، خیلی سخت است که شما بگین شمارش آرا در یک جریان بازشماری کاملا نتایج آرا رو در هر سه ایالت تغییر بده، اما این ربطی به اون کاری که به این معنی نیستش که کاری که دونالد ترامپ داره میکنه غیر قانونیه یا حق نداره این کارو بکنه. دو تا مسئله خیلی مهم هستن که شما باید در نظر بگیرید. اول از همه بحث ویروس کرونا هستش که باعث آراء پستی شد، باعث یک پدیده شد که زمینه تقلب‌های زیاد رو میتونه فراهم بکنه. من خودم آراء پستی رو، برگه‌های پستی رو از سه ایالتی که قبلا توشون زندگی میکردم دریافت کردم، و این فقط من بودم که سه برگه دریافت کردم. شاید این اتفاق میلیون ها بار در سراسر ایالات متحده برای آدم های مختلف و رای دهنده های مختلف افتاده که این باید روشن بشه. نیمی از رای دهنده ها از طریق آراء پستی رای دادن. این یه عامله. عامل دوم این هستش که این فضای رسانه‌ای هرگز اینقدر در آمریکا مسموم نبوده، و فراموش نکنید شبکه‌های اجتماعی هم مسموم هستن. این که مثلا یک شبکه خبری بیاد یه حرفی بزنه به این معنی نیستش که اون حرف واقعیت داره. این نحوهی که این رسانه‌های خبری به شکل دلغکوار در 4 سال گذشته مسائل رو پوشش دادن، اینها همون رسانه‌هایی هستن که این ایده بسیار شرم‌آوری رو به مردم، به خورد مردم دادن که دونالد ترامپ یک مثلا جاسوس یا دست‌نشانده روسی هست. اونهای کسایی هستن که واقعا اصلا نمی‌خواستن تن بدن به نتیجه انتخابات 2016. برای همین اعتماد مردم آمریکا به این رسانه‌ها واقعا در سطح نازلیه. خیلی هم میگن به کاری که آقای ترامپ الان داره میکنه، این که نتیجه انتخابات رو نمیپذیره، اعتماد مردم رو و اعتماد رو اصلا به دموکراسی در دنیا داره بهش ضربه میزنه. چون خیلی از کشورهای دنیا امروز دارن به انتخابات آمریکا هم نگاه میکنن، اونها میبینن که در جایی که به عنوان قله دموکراسی خودش رو میخونه چنین اتفاقاتی داره میفته. بنابراین خب تو کشور اونها هم اگه اتفاق بیفته خیلی چیز عجیبی نیست. به نظر من این حرفی که شما میزنید اصلا با عقل جور در نمیاد، برای اینکه اگه کسی در یک ماه گذشته نگاه بکنه صحنه سیاسی آمریکا، باید درک درستی داشته باشه از اینکه آمریکا 3 شاخه مختلف حکومت رو داره و این 3 شاخه با همدیگه کار میکنن تا یه سیستم توازن رو ایجاد بکنن. شما میبینید که قوه مجریه میتونه 3 نفر رو در قوه مقننه منصوب بکنه که توسط در قوه قضاییه منصوب بکنه که توسط قوه مقننه تایید میشن. شما میبینید که سیستم دادگاهی اینجا چجوری یک تمامیت جداگانه هستش، کاملا متفاوت با قوه مجریه و قوه مقننه. مسلما همه جای دنیا باید به این سیستم نگاه بکنن، برای اینکه من مطمئن هستم در بسیاری از کشورهایی که اسم خودشون رو دموکراسی میذارن، شهروندان مفهوم ارجاع به دادگاه رو میفهمن که قضات مسلما توسط حزب حاکم در اونجا منصوب شدن، و در آمریکا اینجوری نیست. برای همینه که شما وقتی از من بپرسین که شما قرار باشه مثلا شرط بندی بکنی، میخواستین شرط ببندید، خب من به شما گفتم که بحث شرط بندی رو شما مطرح کردید، ولی ارجاع به دادگاه رو میشه فهمید، و بر اساس اون آقای ترامپ و تیمش هنوز شواهد قوی ارائه نکردن. ولی اینکه شما دستتون با میلیون ها فالوور یک سره توییت بکنید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و کل سیستم انتخاباتی آمریکا رو زیر سوال ببرید، و همینطور ادعاهایی که شواهدی در موردش وجود نداره، چیز دیگری است.
بله، دو تا مسئله است پس باید در نظر بگیرید. اول از همه اگه من قرار بود مشورت بدم به پرزیدنت ترامپ، بهش میگفتم که دست از این توییت زدن ها بردار و بیش از اون شواهدی که در دست داری جلو نرو. الان دیگه وقت جلب آرا و تهیج پایگاه اجتماعی خودت گذشته. حالا اینکه تقلب اتفاق افتاده یا نیفتاده دیگه تموم شده. حالا اینکه این مدارک و شواهد چگونه ارائه شدن، واقعیت اینجاست که برگه های رای در بعضی از ایالت ها همچنان دارن شمارش میشن و همین الان هم اتهامات بسیار مشروع و قابل تأملی وجود داره. برای همین الان وقتی گردآوری این شواهد و مدارک هست، الان که داره آرا شمارش میشه و الان زمانی است که میشه تحقیق و تفحص انجام بشه، الان هست که میشه شکایت کرد، الان هست که بازرسان انتخاباتی میتونن مثلا برگه رو امضا بکنن برای ارجاع به دادگاه. برای همین هستش که تیم دونالد ترامپ میگفتن در بعضی از مواقع احساس میکردن که بعضی از این بازرسان اجازه نداشتن که نظارت بکنن بر روند شمارش آرا، ولی حق با شماست. باید تیم ترامپ باید مدارک و شواهد لازم رو داشته باشن، فقط اتهام نزنن اگر باشه ادعاهاشو مشروعیت داشته. ولی همونطور که ما از مقامات ایالت جورجیا شنیدیم، خود او از آن کرد که وقتی ما نگاه میکنیم به برگه های رای و به روند بازشماری آرا، مسلماً موارد تخلف رو خواهند دید. ما میدونیم این یک واقعیت، در هر انتخابات میشه این رو دید، اما بحث اینجاست که آیا این موارد تخلف به اندازه کافی سازماندهی شده بودند که بشه نتایج کلی رو در بعضی از ایالت ها عوض بکنه یا نه. و فکر کنم هر کسی که بخواد این مثلا این ادعا رو بکنه که پرزیدنت ترامپ داره دموکراسی رو زیر سوال میبره، بعد یه ذره ریلکس بکنه، یه ذره آروم بشه. در هفته آینده ما خواهیم دید که چگونه دموکراسی ما و چگونه دادگاه های ما در این باره تصمیم میگیرن. اگه موردی از تقلب بوده ما اون رو خواهیم فهمید، اگه غیر از اون بوده خواهیم فهمید و جواب رو بالاخره پیدا خواهیم کرد. سیستم ما جوری کار میکنه. ولی این خیلی عصبانی کننده است که میبینیم اونهایی که هرگز نتونستن تم بدن به نتایج خود 2016 و گفتن که رئیس جمهور ما یک دستشون در روسیه هست، حالا برگردن به ما بگن که رئیس جمهور قبول نمیکنه نتایج مشروع انتخابات رو. ممنونم از شما ماتیو براسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد با ما. اما خبرنگار ما خشایار جنیدی هم از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، کمی از آخرین ها به همون بگو. خدمتتون بگم که مسئولان شمارش آرا در ایالت جورجیا امروز اعلام کردن که به خاطر اینکه تفاوت آرا بین آقای بایدن و آقای ترامپ در این ایالت که آقای بایدن پیشتاز هست، کمتر از 0.5% هست، اختلافشون 14,000 رای هست، طبق قوانین این ایالت بازشماری خواهد شد. قرار هست همه برگه های رای، حدود 5 میلیون برگه رای رو به صورت دستی بشمارند و این مورد توافق دو طرف هم قرار گرفته در جورجیا. پیشبینی میشه شمارش آرا در این ایالت تا 20 نوامبر 30 آبان طول بکشه، یک مقدار وقت خواهد برد بخاطر که به صورت دستی هست برخلاف دفعه قبل. از سوی دیگر همزمان با اعلام وکلای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر اینکه دعاوی تازه‌ای رو در مورد نحوه برگزاری انتخابات در بعضی از ایالت‌های کلیدی مانند میشیگان دارن به دادگاه‌ها می‌برند، یکی از مسئولان جمهوری‌خواه در شهر فیلادلفیا در ایالت کلیدی پنسیلوانیا اعلام کرد که هیچ تخلفی صورت نگرفته و از سلامت و صحت انتخابات در این ایالت که در حقیقت ایالتی بود که آقای بایدن رو به حد نصاب 270 رأی الکترال رسوند دفاع کرد. همین باعث شد که آقای ترامپ امروز صبح در توییتر به این شخص انتقاد کنه و زیر سوال ببره حرفای او رو و تاکید کنه که او در انتخابات پیروز شده. ممنونم از خشایار. خشایار جنیدی همکار از واشنگتن با ما. اما برای بحث بیشتر، کیم ویلی استاد حقوق و نویسنده کتاب در مورد رأی دادن چه باید بدانید و چرا از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم ویلی، حرف‌های آقای برودسکی رو شنیدید، پاسخ شما چه هست؟ ما
من فکر کنم حرفای او از جنبه‌های مختلف گمراه کننده هست. بله، این حرف درسته که ما یک سیستم حقوقی داریم که اجازه میده بعضیا بتونن شکایت بکنن، ولی اینکه ما از الان بتونیم بگیم که واقعا ما یک زمینه قوی از شکایت بر اساس تقلب داریم، این حرف درست نیستش. من فکر میکنم که ما موارد زیادی در تاریخ آمریکا از تقلب نداشتیم. از میلیون ها میلیون برگه رای ما خیلی مورد کم داشتیم که بتونیم بگیم تقلبی شده که نتیجه انتخابات رو عوض میکنه. ما الان در یک شرایط سیاسی هستیم که پرزیدنت ترامپ یک منافعی داره که شخصا منافع شخصیش نیستش. فکر میکنه که فقط در دادگاه میتونه برنده بشه و میخواد که فقط باعث اضطراب بیشتر و تشویش اذهان عمومی در آمریکا بشه و کاری که داره میکنه عملا داره سنگ اندازی میکنه برای که تیم برنده، تیم جو بایدن بیاد وارد قدرت بشه و بتونه جابجایی قدرت خیلی به صورت مسلطان‌آمیز انجام بشه. مردم آمریکایی نگاه کردن به دولت بوش و دیدن که چگونه او دولت قدرت رو از اون زمان از دولت کلینتون پس گرفت در سال 2000 تا و اون موقع که فهمید که شاید اون موقع انقدر اون اختلافات باعث شد که امنیت ملی زیر سوال بره که باعث اون حملات 11 سپتامبر شد. برای همین الان هم وظیفه دونالد ترامپ هست که بتونه به قانون اساسی آمریکا متعهد بمونه. من فکر میکنم که جو بایدن واقعا انتخابات رو با اختلاف زیاد برد و اگه دونالد ترامپ واقعا اون احترام لازم رو برای خودش قائل باشه تن میده به این شکست. و این بحثی که ایشون کردن راجع به این که بعضیا میگن دستشون روسی است ربطی به هیچی نداره. جو بایدن برده و او رئیس جمهور آمریکا خواهد شد در سال 2021. شما سیستم قضایی آمریکا رو به خوبی میشناسید، چقدر واقعا به آقای ترامپ شانس میدید که او با بردن این داستان‌ها به دادگاه بتونه نتیجه رو تغییر بده؟ به خصوص که جو بایدن دیروز وقتی ازش سوال کردن که فکر میکنید اقدام قضایی لازمه بکنید، گفت نه. من فکر میکنم واقعا چنین احتمالی صفر هست. دلیلش که من این حرف میزنم در نظام قضایی آمریکا مشروعیت یا اعتبار یک پرونده بعد از اینکه به جریان بیفته سنجیده میشه. هیچ ملاک آستانه‌ای وجود نداره که شما بگین که برای به جریان انداختن یک پرونده الان اول ببینیم این چقدر قوی هست یا نه. برای همین یک قاضی باید اول ببینه که کسی که بخواد یک شکایت بکنه چقدر شکایتش مایه و دستمایه داره. برای همین تا الان واقعا نتونستن تو سیستم قضایی این شکایت ها جلو برن و همین الان هم برگه های آرا اونقدر بازشماریشون نمیتونه نتیجه انتخابات رو عوض بکنه. برای همین فهم کنم این شکایت هایی که الان میخواد دونالد ترامپ و تیمش بکنن هیچ ربطی به قانون ندارن. اینها نمیتونن نتایج انتخابات حتی در یه ایالت عوض بکنن، چه برسه به سه ایالت. برای همین کاری که الان دارن دونالد ترامپ میکنه واقعا برمیگرده به سیاست بازی و ایجاد یک روایت در ذهن مردم، جای انداختن این روایت که این سیستم نارسایی بوده و این انتخابات مشروعیت نداشته و این بسیار آسیب میزنه به دموکراسی آمریکایی و تصور مردم از مشروعیت چنین نظامی. و این کارو فقط برای این کار میکنه که فقط برای اینکه دونالد ترامپ میخواد همینجوری بجنگه، جنگی که میدونه جنگ مغلوب استش، ولی اون چه که از دست خواهد داد نه فقط قدرت خودش خواهد بود، بلکه این خواهد بود که اعتماد مردم رو نسبت به نظام آمریکا سرد میکنه. این نه فقط غیر منطقی استش، بلکه واقعا انزجار آور هست کاری که میکنه، نه فقط نقطه نظر سیاسی اخلاقی، بلکه نقطه نظر حقوقی برای کسی مثل من که دوست دارم ببینم فرزندان من یک نظام دموکراتیک رو توی زندگی کنن. اگر خیلی کوتاه بتونید بفرمایید چه خطراتی در این انتقال قدرت و تأخیر در اون می‌بینید؟ So there is a pot of money. ببینید یک عالمه پول هست، یه پول هست که یک مقدار پول و بودجه هستش که رئیس جمهور منتخب باید بتونه از این پول استفاده بکنه که جابجایی قدرت درست انجام بشه، یعنی تیم منتخب بتونه جای تیمی که الان در قدرت هست رو بگیره.
یه سری دغدغه های امنیت ملی هم هستش که یه سری اسناد و مدارک که مربوط به امنیت ملی که رئیس جمهور منتخب میتونه در 20 ژانویه اونها رو تحویل بگیره، ولی باید خیلی از این مدارک رو پیشاپیش تحویل بگیره که آماده باشه وقتی قدرت رو به دست میگیره بتونه کارشو بکنه. اما کاری که الان دونالد ترامپ داره میکنه، تمام اون آدم هایی که تو این سیستم دیوان سالاری و اداری آمریکا هستن بهشون دونالد ترامپ دستور داده که اصلا جواب تیم بایدن رو ندن، باهاش صحبت نکنن. بنابراین اونا اجازه نمیدن که جو بایدن بتونه کارشو درست انجام بده. اما الان نه اجازه اطلاعات لازم رو به جو بایدن میده یا نه بودجه لازم رو میده که طبق قانون باید جو بایدن بگیره که بتونه جابجایی قدرت رو درست انجام بده. ممنون از شما کیم بیلی، استاد حقوق با ما. حسن روحانی میگوید ایران از هر فرصتی برای لغو تحریم‌های آمریکا استقبال می‌کند. در پی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، دولت ایران امیدواره که آمریکا به توافق هسته‌ای برگرده و تحریم‌ها را لغو کنه. این در حالیه که رهبر ایران تأکید کرده سیاست ایران با تغییر ساکنان کاخ سفید عوض نخواهد شد. نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان پا را از این فراتر گذاشته و پیش شرط‌هایی برای بازگشت آمریکا به برجام تعیین کرده، از جمله قصاص دونالد ترامپ به تلافی کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس. باران عباسی گذاشت می‌دهد. حس می‌کنند که این عامل مزاحم داره از بین میره. امید حسن روحانی به بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها. این آقایی که جدید آمده از ابتدا گفته من میخوام به برجام برگردم، این به عهده اوناست. در پی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کسی که وعده بازگشت به توافق هسته‌ای را داده به عنوان نقطه شروعی برای ادامه مذاکرات با ایران. ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد. آخرین فرصت پیش روی حسن روحانی برای احیای توافق هسته‌ای، مهمترین دستاورد ریاست جمهوری او، کمتر از یک سال مانده به پایان عمر دولتش. خب راه برای بازگشت به برجام بسته نیست. رویای احیای برجام از یک سو، اصرار مقام‌های ایران بر بی‌تفاوتی نسبت به آنچه در آمریکا می‌گذرد. اینطور نیست که برجام دروازه‌ای باشه که هر کی خواست بره بیرون، هر موقع می‌خواست برگرده. به هر حال یک قواعدی داره، اشاره‌ای نه، بعد نشست مذاکره کرد. ولی راه بازگشت بازه، همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، ما با آمریکا هیچ مذاکره‌ای نداریم الا سر میز مذاکره 5+1. امروز انتخابات آمریکاست. موضع رهبر ایران اما بی اثر بودن تحریم‌ها و ادامه مقاومت در مقابل آمریکاست. در مورد آمریکا سیاست ما با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. ابزارهای قدرت رو باید در خودمون تقویت کنیم. ملت قوی بشه، کشور قوی بشه، دشمن مایوس خواهد شد. مردم البته انصافا خوب ایستادگی کرد. خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های عقیر واقعا توجیه نداره. تکرار موضع دو سال پیش، انتقاد از توافق هسته‌ای و رد احتمال از سرگیری مذاکرات با آمریکا. مذاکره با آمریکا را امام هم ممنوع اعلام کردن، بنده هم ممنوع اعلام کردن. امام فرمودن تا وقتی آدم نشه آمریکا ما مذاکره نمی کنیم. آدم نشه یعنی چه؟ یعنی تا وقتی که از اسرائیل حمایت میکنه، از نیروهای شرافرین منطقه حمایت میکنه. ما هم همینه میگه. طرح پیش شرط هم از سوی رهبر ایران و هم نمایندهش در روزنامه کیهان. بازگشت آمریکا به برجام که بعضن به آن دل بستن، تنها با سه شرط امکان پذیر خواهد بود. اول آنکه تمامی تحریم ها لغو شود. ثانیاً دارایی های بلوکه شده ایران بازگردانده شود و ثالثاً خسارت های وارده جبران شود. و صد البته مجازات قصاص برای ترامپ و سایر عوامل شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی که جای خود دارد و هرگز صرف نظر کردنی نیست. پیش شرط هایی که پذیرفتنشان از سوی دولت جدید آمریکا بعید به نظر می رسد. همراه با اصرار ایران به ادامه برنامه موشکی و سیاست های بحث برانگیز منطقه‌ای. با هدایت رهبری پیش رفتیم.
و دولتی در ماه‌های پایانی عمرش که قدرت چندانی برای تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی ندارد. البته هر گامی که بخوایم برداریم حتما به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه می‌کنیم. شرایطی که احتمال رسیدن به گشایش سیاسی و اقتصادی در آینده نزدیک را کم رنگ‌تر می‌کند. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه. باران عباسی، بی بی سی. درآمد نفتی دولت ایران در نیمه اول امسال نزدیک به 1/5 میزانی بود که در بودجه پیش بینی شده. قرار بود دولت 45 هزار میلیارد تومان از صادرات نفت خام درآمد کسب کنه، ولی به گفته معاون سازمان برنامه بودجه در نیمه اول سال تنها 5 هزار میلیارد تومان از این راه درآمد داشته. بهرنگ تاجدین در گزارشش میگه این افت درآمدهای نفتی مشکل کسری بودجه رو تشدید کرده. نفت خام زمانی منبع اصلی تأمین خرج دولت ایران بود، ولی کاهش صادرات به دلیل تحریم‌ها دارد این شریان حیاتی را مسدود می‌کند. این معاون سازمان برنامه و بودجه، درآمد دولت از صادرات نفت در 6 ماه اول امسال تنها 5000 میلیارد تومان بوده. با توجه به اینکه تنها نیمی از درآمد نفت به خزانه واریز می‌شود، این یعنی ایران در نیمه اول امسال 2,400,000,000 دلار نفت صادر کرده. میزان پایین صادرات نفتی خبر بدی برای دستاندرکاران خزانه کشور است. کسانی که انتظار داشتند درآمد نفتی 5 برابر این میزان باشد. کاهش درآمدها به معنی افزایش کسری بودجه است. آمارها نشان می‌دهد که در 6 ماه اول سال دولت حدود 116 هزار میلیارد تومان از مالیات، گمرک و خدمات، 21 هزار میلیارد تومان از فروش سهام و اموالش و 5 هزار میلیارد تومان از صادرات نفت و گاز درآمد داشته و 121 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به نیمی از هزینه هایش را از منابع مختلف قرض گرفته. این کسری بودجه بالای دولت یکی از عوامل رشد سریع نقدینگی و بالا رفتن تورم است. تورمی که در کنار رکود و بیکاری تأمین خرج زندگی را برای خیلی ها روز به روز دشوارتر می کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. حمیدرضا شکویی، خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی از تهران با ما هست. آقای شکویی، اعداد و ارقام متفاوتی یا حداقل متناقضی از طرف مقام‌های ایرانی در مورد میزان صادرات نفت ایران شنیدیم. میتونین روشن بکنین؟ فکر میکنید تخمین‌ها چه میگه و دقیق‌تر چه هست؟ با عرض سلام، به نظر میرسه تخمین‌هایی که وجود داره تخمین‌هایی هستش که بر اساس آمارهای غیررسمی اعلام میشه و ما با کنار هم قرار دادن اینها شاید بتونیم به یک چشم‌اندازی برسیم، هرچند که کار دشواری هست. معاون سازمان برنامه امروز گفتن بین 600 تا 700 هزار بشکه نفت در روز در 6 ماه اول امسال فروخته شده که نشون میده با توجه به نفت در حقیقت 35 دلاری درآمد 4 میلیارد دلاری رو برای ایران ایجاد کرده. بعد البته حرفشون رو ظاهرا پس گرفتن و گفتن راجع به سال آینده این رو پیش بینی کرده بودن. بله، البته اگر اینو بذاریم کنار صحبت‌های آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که تقریباً چند ماه پیش گفتن ما قبلاً صادرات نفتمون 100 میلیارد دلار بود، در سال 98 رسیده به 8 میلیارد دلار، یعنی تقریباً اون رقم مطابقت داره با رقمی که امروز اعلام شده و بعداً در حقیقت تغییر کرده. یا منتها ما اگر این رو کنار در حقیقت آمارهایی که بر اساس بودجه امسال پیش بینی شده بود قرار بدیم، می‌بینیم که این آمارها نشون میده که همین میزان هم اگر تحقق پیدا کرده باشه آمارهای در حقیقت مناسبی نیست. ما پیشبینی نفت امسالمون 1.5 میلیون بشکه در روز بود، نفت 50 دلاری بود که پیشبینیش 22 میلیارد دلار بود و این نشون میده که هر رقمی کمتر از 10 یا 11 میلیارد دلار در 6 ماه اول امسال کمتر از اون میزان پیشبینی بوده. اما نکته مهمتر این هستش که ما با توجه به اینکه نفت ایران با تخفیف فروخته میشه، از مبادی غیر رسمی فروخته میشه تا خریداران نفت ایران دچار در حقیقت مشکلات نشن به خاطر تحریمی که وجود داره، پس قیمت نفت ایران کمتر از اون قیمت‌های روز جهانی خواهد بود. و البته نکته مهمتر از اون این هست که هر مقدار نفتی که ایران فروخته آیا تونسته پولش رو برگردونه به کشور یا خیر. اون 700 هزار بشکه‌ای که صحبت میشه، حتی اگر مربوط بشه به پیش بینی سال آینده، چقدر واقع بینانه است؟ من فکر میکنم که در مورد این باید خیلی با دقت صحبت کرد. مثلا تنکر ترکس که آمارهایی رو در مورد میزان فروش نفت ایران یا نقل انتقالات نفت
انجام میده، برآوردهایی که وجود داره میتونه بگه که بعضی از در حقیقت محموله هایی که صادر میشه به صورت بنزین و برآورده نفتی باشن، یعنی ضریب خطای این آمارها بسیار بالاست. من تصور نمی کنم که بیشتر از این میزان باشه میزان فروش نفت ایران، اما نکته مهمتر این هستش که چه ایران روزی 600 تا 700 هزار بشکه فروخته باشه، چه کمتر و چه بیشتر، باید این رو در نظر بگیریم که چه مقدار از پول حاصل از فروش نفت به کشور برگشته. با توجه به مشکلاتی که تو نقل و انتقالات مالی هست، ما میدونیم که پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا به دنبال درست کردن این سکس بود، حتی در مورد مسائل بشردوستانه که بتونیم مشکلات نقل و انتقالات مالی رو حل کنه، که حل نشد. پس من فکر میکنم موضوع مهمتر از اینکه چه میزان ایران نفت فروخته اینه که چه میزان از پول نفتی رو که فروخته حالا با قیمت‌های پایین‌تر و با تخفیف تونسته به کشور برگردونه. ممنونم از شما امیررضا شکوهی، خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی با ما. اما پیشتر در برنامه از گفته‌های حسن روحانی در مورد لغو تحریم‌ها صحبت کردیم و گفته‌های او در مورد اینکه نباید فرصت سوزی کرد. سعید شریعتی، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران از تهران با ما هست. آقای شریعتی، آقای روحانی شرایط رو، این شرایط فعلی رو یک فرصت می‌بینه، اما در طرف مقابل مخالفان او اصلا این شرایط رو فرصت نمی‌بینن، بلکه خیانت می‌بینن اگر کسی بخواد با آمریکا وارد صحبت بشه و مذاکره بشه. در چه شرایطی می‌بینید دولت رو؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من سه نکته رو اول خیلی سریع بگم. اولا که ردق و فتخ مسائل و مشکلاتی که ایران باهاش دست به گریبان، در واقع ریشه در سیاست‌های داخلی داره و مسائل باید در داخل ایران اولا و به ذات ردق و فتخ بشه. سیاست خارجی درست ادامه سیاست داخلی ماست و طبعا در واقع نباید انتظار بیجا از مذاکره یا رابطه در مناسبات بین المللی داشت و اون رو عمده کرد. به هر حال ما مسائلی داریم که تا قبل از اینکه در داخل حل نشن، حلش در خارج از ایران کفایت نمی کنه. در واقع مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران راه حل داخلی دارن و شرط لازم حل و فصل اونها مشارکت پذیری، برقراری الزامات حکمرانی خوب توسط حاکمیت و تحقق شعار ایران برای همه ایرانیانه. این منطق اصلیه. بس دوم، نکته دوم من اینه که ما از بین 4 الگوی فرضی تعامل در داخل، تعامل در با خارج، تقابل در داخل، تعامل با خارج، تعامل در داخل، تقابل در خارج و تقابل در خارج و تقابل در داخل، این 4 الگوی فرضی رو اگر ما که داشت فرض کنیم، بهترین و علاج همه مشکلات ما تعامل در داخل و تعامل با جهان. الان در حال حاضر تقابل در داخل و تقابل در خارج هست دیگه. بله، وحشتناکترین وضعیت تقابل در داخل و تقابل در جهان هست. هر کسی ما رو به سمت و سوی تعامل در داخل و تعامل در با جهان ببره، او فرصت ایجاد کرده، او برای ما، برای ملت ایران، برای کشور ایران، برای نظام جمهوری اسلامی فرصت ایجاد کرده. و هر کسی ما رو به راهکارهای سگانه دیگه رهنمون بشه، خصوصا تقابل در داخل، تقابل با جهان، بله. ما رو در واقع شاید بذارید از بحث نظری یه ذره خارجش بکنیم. بفرمایید که آقای روحانی به نظرتون از این فرصت میتونه استفاده بکنه یا نه؟ طبیعیه. ببینید، من خدمتتون عرض بکنم، خوشبختانه با رفتن آقای ترامپ جناحی سر کار اومده که اگر شما خاطرتون باشه در انتخابات مقدماتی و پرایمری حزب دموکرات، تمام جناح‌های حزب دموکرات این وعده رو دادن که در واقع به برجام باز خواهند گشت و خصوصا خود آقای بایدن. اگر به تیم سیاست خارجی آقای بایدن شما توجه بکنید، چه آقای ویلیام برنز، چه آقای تونی بلینکن، خانم رایس، ارزم بازو خانم بندی شهرمن، اینایی که الان حول و حوش سیاست خارجی آقای بایدن دارن
حرکت میکنن و طرح و ایده میبرن، اینها همه پایه‌گذاران مذاکرات برجام بودن و دستیاران و همکاران ارشد آقای سناتور جان کری بودن در مذاکرات برجام. به نوعی برجام رو میراث کاری خودشون میدونن و بر خواهند گشت. اما خب به هر حال 4 سال فاصله افتاده به این معنا، اتفاقاتی رخ داده در زمان آقای ترامپ و ما فکر میکنیم که در واقع شروع و بازگشت به مذاکرات در واقع اینه که دو طرف بپذیرند با سرعت هرچه بیشتر به شرایط 18 می 2018 برگردند. در داخل ایران فکر میکنید چه واکنشی ببینیم؟ در داخل ایران آمادگیش وجود داره. ببینید 18 می 2018 که در واقع آمریکا از برجام اعلام خروج کرد، خب پس از اون تحریم‌های گسترده‌ای رو هر هفته تقریبا هر روز دیگه تقریبا به قول معروف دیگه کارمندهای شرکت‌های و وزارتخانه‌های ایران هم تحریم داره می‌کنه. خب این تحریم‌ها باید همه تعلیق بشه. طبیعتاً این خواسته بی‌جایی نیست که طرف ایرانی داشته باشه. از اون برم خب ایران در پاسخ به اقداماتی که ترامپ به صورت یک جانبه علیه برجام انجام داد، گام‌هایی رو در فاصله گرفتن از تعهداتی که ذیل برجام قبول کرده بود برداشته. من فکر میکنم ایران هم این آمادگی رو داشته باشه که به نقطه در واقع صفر 18 می 2018 برگردن و در واقع در چارچوب برجام مذاکرات رو ادامه بدن. الان روشن شده که به هر حال برجام ضعف‌هایی داشته برای دو طرف. اگر میشه راجعه اگر خیلی کوتاه اجازه بدید سوال آخرم ازتون بپرسم، خیلی کوتاه لطفا جواب بدید. انتخابات 1400 ایران در پیشه، خیلی ها میگن اگه اصولگراها به قدرت برسن بهتر میتونن با آمریکا کنار بیان، نظر شما چی؟ ببینید من قبول ندارم اتفاقی که در زمان در واقع برجام افتاد اراده نظام بوده نه اراده یک جناح سیاسی، چه میانه رو اصلاح طلب اصولگرا، نظام همه جناح‌های نظام بالاتفاق سر انجام این مذاکرات به توافق رسیدن و برجام به عنوان یک قانون در مجلس اصولگرای در واقع نهم به تصویب رسید توسط دولت میانه روی آقای روحانی و تیم اصلاح طلب به نظر من سیاست خارجی آقای ظریف دنبال شد و به نتیجه رسید. این را هم در نظر بگیرید، به سابقه امر که نگاه بکنید، از زمانی که در واقع در 40 سال گذشته در زمان آقای خاتمی، همزمانی دوره آقای خاتمی مدتی از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و آقای کلینتون که میانه روهای دو طرف بر سر کار بودن، خب به هر حال دستاوردهای بسیار روشنی در پیش برده در واقع مذاکرات، گفتگوها یا حل و فصل مسائل اتفاق افتاد. و در دوره کوتاهی که آقای روحانی و آقای اوباما در واقع در دو طرف در سر پست ریاست جمهوری بودند، به نظر من فرصت بسیار خوبی خواهد بود که در 1400 جناح میانه رو در ایران بتونه ادامه بده در ریاست جمهوری و دولت. و اونورم که خب با اومدن تیم آقای بایدن میانه روها حاکم خواهند بود. این دو سمت میانه رو به نظر من میتونند هم پارادایم کوتاه مدت مسائل و مشکلات خودشون رو پیش ببرن، هم افقهای بلند مدت تر رو برای چیز پیش ببرن. فقط من نکته آخرم این رو بگم، ما در حزب اتحاد بیانیه دادیم و اعلام کردیم که به هر حال این فرصتی که پیش اومده اگر طرف ایرانی ازش استفاده درست نکنه میتونه در واقع سخت‌تر بکنه ماجرا رو، از اون جهت که آقای بایدن امکان اجماع سازی بیش از آقای ترامپ داره، اجماع بین المللی علیه ایران و این ضرورت رو ایجاب میکنه که با دقت بیشتری ما وارد مذاکرات بشیم و از این فرصت همونجور که آقای روحانی گفتن استفاده بهینه بکنیم. ممنونم از شما آقای شریعتی، ببخشید وقت بیشتری نداریم. سعید شریعتی روزنامه‌نگار هستم.
کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی در دانشگاه ییل آمریکا و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، برنده جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا شد. این جایزه سالانه به کسی اهدا میشه که حوزه تاثیر و خدماتش از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهاش تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته. آقای مدنی 3 سال پیش به دعوت دولت ایران به این کشور رفت و معاون نوآوری سازمان حفاظت محیط زیست شد، اما مدتی بعد در پی فشار دستگاه امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. کاوه مدنی، کارشناس ارشد مدیریت آب و محیط زیست در دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانتیکوت آمریکا با ما هست. آقای مدنی تبریک میگم به شما، دریافت این جایزه رو کمی بهمون بگید که چه شد که انتخاب شدید، دیگران نامزدهای دیگه چه کسانی بودند و در نهایت چه شد که به شما رأی دادن؟ متشکر از تبریکتون. واقعیت اینه که خیلی در این مورد ما نمیدونیم، همین امروز اعلام شده. من هم کسان دیگری که جایزه گرفتن رو امروز در موردشون شنیدم. کل فرایند محرمانه است. اینه که من نمیدونم کیا کاندیدا بودن، در اونایی که منو کاندیدا کردن چیا نوشتن در موردم و چجوری به این نتیجه رسیدن. اما 4 نفر دیگری که این جایزه رو گرفتن همه از پیشکسوتان و از قدیمی ها هستن. شاید من جوان ترین آدمی هستم که تا حالا این جایزه رو میگیرم. افتخار میکنم. فکر میکنین که چه شده که شما رو انتخاب کردم؟ جایزه به طور کلی نمیدونم، خوش شانس بودم و شاید هم اشتباه کردم، ولی جایزه به طور کلی به کسایی داده میشه که سعی کردن یه ذره بیشتر از حوزه علمی کار بکنن، اثرات اجتماعی داشتن، خدماتی به علم ارائه دادن، باعث گسترش و ترویج علم شدن و احتمالاً خب کارهایی که این سالها کردم، کارهای ایران، کارهایی که تو مجموعه بین المللی کردم، احتمالاً جلب توجه همکاران و این داوران رو گرفته. چشمشون رو گرفته. و خودتون از فکر میکنم خیلی ها شما رو از اقداماتی که به هر حال در ایران انجام دادید و اونچه بعد از اون اتفاق افتاد میشناسن. خودتون راضی هستید از اونچه که در ایران، دستاوردی که در ایران تونستید به دست بیارید؟ من میتونم بگم راضی هستم از اون زمانی که کار کردم و کارهایی که با همکاران خوب کردیم در ایران. اما این رو میتونم بگم چون امروز آزادم و زندم. اگر این گونه نبود حتما نمیتونستم حتی خوشحالی بکنم از کارهایی که انجام دادیم و اون تجربه رو به معنی تجربه خوب بدونم در بعضی از در واقع جوانبش. ما کارها به نظر من اون مدت کوتاه کارهای زیادی کردیم، افرادی بسیج شدن، اومدن کار کردن در همون سیستم، در همون حکومت، در همون دولت، با همه محدودیت‌ها، محدودیت‌های بودجه، محدودیت‌های انگیزه، افراد اومدن کار کردن، به خاطر شرایط من بیشتر کار کردن و کمک کردن و خیلی از اونها ادامه دادن بعضی از اون کارها و خیلی ها هم درسرد شدن. اما اون تجربه به من ثابت کرد که میشه تو همون فضا هم کارهایی کرد. البته کارهایی که من میکردم در حوزه آموزش و ترویج علم و کار کردن با مردم و فعالین بود، برای همین میشد کارهایی کرد. ما همه آشنا هستیم با حساسیت ها و بلایی که سر بسیاری از فعالان محیط زیست اومده و دیگه داستان های غم انگیزی که بارها تو این چند سال در موردشون صحبت شد. و همکاران شما. آقای مدنی باز هم به شما تبریک میگم، ممنون که به ما پیوستید. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست با ما. متشکرم. مدیر خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران در توییتر نوشته که قاضی محمد مقیسه از دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور منتقل شده. آقای مقیسه به صدور احکام بحث برانگیز علیه منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی شهرت داره. آمریکا و اتحادیه اروپا او رو به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کردند. امروز همچنین مراسم معارفه احمد زرگر به عنوان رئیس جدید دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. کاوه مشکات گزارش میده. افساد فعل ارز از طریق مشارکت در اخلال. محمد مقیسه، رئیس سابق شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و قاضی سرشناس پرونده های امنیتی. بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با حکم او به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. او حالا با تصمیم رئیس قوه قضاییه راهی دیوان عالی کشور شده. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان می‌گویند این جابجایی به خاطر اختلاف نظر ابراهیم رئیسی با بعضی از احکام قاضی مقیسه در پرونده‌های امنیتی بوده. اما این تنها تغییر در قوه قضاییه نیست.
احمد زرگر، رئیس سابق شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم رئیس دادگاه انقلاب این استان شده. نام شناخته شده دیگری در پرونده های امنیتی و سیاسی. ممکنه که حالا در دیوان کشور ایشون اون مقدار اختیاراتی که در دادگاهی بدوی داشت نداره. موقعیتش ترقی کرده ولی اختیاراتش مثل گذشته منحصر نیست. آقای زرگر هم رفته به جایی که جنبه ستادی کار قضایی هست، نمیتونه روی دادگاه ها تأثیر و نفوذی داشته باشه و نه کار قضایی بکنه. ایشون هم در شعبه 36 اگرچه به همراهی دو یا یک مستشار کار میکرد ولی صحبتی که میکرد و یا تصمیمی که میگرفت تصمیم ایشون ارجحیت داشت حتی نسبت به اون مستشار. این دو مقام قضایی نامشان در فهرست تحریم های بین المللی است. به اتهام نقض حقوق بشر، اتهامی که بسیاری از فعالان حقوق بشر و وکلا علیه قوه قضاییه مطرح می کنند. قوه قضاییه به هیچ نهادی غیر از رهبر ایران پاسخگو نیست و رئیس آن را آیت الله خامنه ای تعیین می کند. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه تلاش می کند تصویری متفاوت از این قوه نشان دهد. سند امنیت قضایی و درخواست عفو محکومان سیاسی و صنفی از رهبر جمهوری اسلامی دو نمونه اخیر از این کار هاست. عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای 1398، 97، 96 و سالهای قبل از آن داشتن به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتن. اقدامی که رسانه های نزدیک به حکومت بسیار با آن پرداختند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران عفو این محکومان را مقتدرانه توصیف کرده. از نگاه فعالان حقوق بشر، قوه قضاییه رفتارهای متناقضی در پیش گرفته. از یک سو حکم عفو محکومان امنیتی و صنفی را صادر می کند و از طرف دیگر ایران همچنان یکی از بیشترین موارد اعدام و همچنین برخورد قضایی با معترضان و مخالفان حکومت را دارد. یکی از نمونه ها ماجرای نوید افکاری کشتیگیر جوانی است که اخیراً علارغم درخواست گسترده داخلی و بین المللی اعدام شد. او که در پی اعتراضات مرداد سال 97 در شیراز بازداشت شده بود، به اتهام محاربه و همچنین قتل یک کارمند حراست اداره آب به دوبار اعدام محکوم و در نهایت تحت عنوان قصاص اعدام شد. هرچند خودش می گفت که بیگناه است و تحت شکنجه از او اقرار کذب گرفتند. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه. و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آب هم از آب تکون نمیخوره. و حالا در آستانه سالگرد اعتراضهای آبان 98، سایه اعدام هنوز بر سر امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوانی است که در این اعتراضها شرکت کرده بودند. سه متهمی که بعد از اعتراضهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی اجرای حکم اعدام آنها متوقف شد تا پرونده دوباره بررسی شود. کاوه مشکات، بی بی سی. سری جدید برنامه پزشکی و سلامت بی بی سی 37 درجه که حتما معرف حضورتون هست، از این به بعد هر دو هفته یک بار پخش میشه. در اولین برنامه این فصل که فصل جدیدش هست، به سوالات شما در مورد کرونای طولانی جواب میدیم و توضیح میدیم چرا علائم بعضی حتی ماها بعد از ابتلا بهبود پیدا نمیکنه. در این قسمت نازنین معتمدی چند راه میانبر رو هم برای سوزوندن چربی های دور شکم توضیح میده، چربی هایی که احتمالاً در دوران شیوع کرونا از همیشه بیشترم شده.
9 تا کار ساده در طول شبانه روز میتونه به سوزوندن چربیای بدنمون کمک کنه. اندازه کافی نمیخوابیم، بدنمون دو تا کار میکنه. اول اینکه میزان سوخت و ساز بدن رو کم میکنه تا انرژی رو در حد امکان نگه داره، و دوم اینکه هورمونی به اسم کورتیزول ترشح میکنه. این هورمون باعث میشه ما میل بیشتری به خوردن غذاهای چرب و شیرین داشته باشیم. تقلبایی که من میکنم برای سوزوندن کالری که خیلی هم آسونه اینه که سطل آشغال رو با فاصله از میز کارم قرار میدم که حداقل مجبورم کنه در طول روز چند بار از روی صندلی بلند شم. اگه شما هم وقت باشگاه رفتن ندارید یا مثل من از ورزش توی باشگاه اصلا لذت نمیبرید، هیچ ناراحت نباشید. تو خونتون یه دوشک پرت کنید و شروع کنید ورزش هیت یا ورزش تناوبی با شدت بالا انجام دادن، فقط برای 7 دقیقه. تو این 7 دقیقه به شدت بدن چربی میسوزونه و تا 24 ساعت بعدش هم به چربی سوزوندن ادامه میده. اولش خیلی با اعتماد به نفس شروع کردم. فکر کردم 7 دقیقه که دیگه چیزی نیست. اما اشتباه تر از این نمیشد انجام بدم. گفتم تا یک بلایی سر خودم نیاوردم از یک مربی بدنسازی بخوام چند نمونه از این حرکات رو بهمون نشون بده. ما گفتیم 7 دقیقه ورزش کردیم، شما هم بگید کرده. 7 دقیقه در حد مرگ عرق میریزی، ولی 24 ساعت بدن چربی می‌سوزونه. نکته جالبش برای من این بود که مربی بدنسازی اسمش خانم تنساز بود. چقدر با مسما. اما نسخه کامل این گزارش رو در برنامه 37 درجه بلافاصله بعد از 60 دقیقه هم پخش میشه. میتونید اون رو ببینید. پنجشنبه هفته آینده مصاحبه اینستاگرام زنده با همین خانم مربی نجمه تنساز مهمان برنامه 37 درجه خواهیم داشت. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون که با بی بی سی فارسی می‌مونید.